با سلام شما بیننده تازه ترین روی تا این ساعت از یک هستین. سازمان استخبارات بریتانیا یا ام آی نیز مانند سی آی ای برای ریاست جمهوری افغانستان به گونه مخفی پول می فرستد. بر بنیاد گزارش روزنامه گاردین گرچه مقدار پول سازمان استخبارات بریتانیا نسبت به سی آی ای کمتر است اما با گفته یک منبع بخش از این پول ها با منظور حفظ نفوذ یا تأثیر گذاری بریتانیا در دولت کابل فرستاده می شوند. با گزارش گاردین بسیاری از پول های ام آی شش برای تسهیل گفتگاه های سال میان رئیس جمهور کرزی و طالبان متمرکز بوده است. برمشته این روزنامه شکست تلاش های سالها در افغانستان پرسش های جدی را در مورد پول های مخفی ام آی شش برای ریاست جمهوری افغانستان به میان آورده است. رئیس جمهور کرزی دریافت در بسته های پول نقد از سوی سیای ای را تایید می کند. آقای کرزی دیروز در یک سفر رسمی به فنلند گفته است که او ماهانه مبلغ کمی را از سیای ای در جریان ده سال گذشته دریافت کرده است. رئیس جمهور کرزی تاکید کرده است که از این پول برای کمک به زخمی ها، افراد بیمار، کرای خانه و دیگر مقاصد عملیاتی استفاده می شود. آقای کرزی افزوده است که پول های مخفی CIA به ریاست جمهوری مفید واقع شده و او از این کمک ها سپاس گذار است. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که CIA میلیون ها دلار را در صندوق ها دستکوه های پشتی و خریده های پلاستیکی ماهانه به دفتر ریاست جمهوری افغانستان میفرستد که این مسئله سبب گسترش فساد اداری و تقویت جنگ سالاران در افغانستان شده است. افغانستان با کشور فنلند سند همکاری های دراز مدت امضا کرد. ریاست جمهوری میگوید این سند روز گذشته در دیدار رئیس جمهور کرزی با نخست وزیر فنلند در این کشور به امضا رسید. بر بنیاد این سند فنلند پس از سال 2014 سالانه 3 میلیون یورو به افغانستان کمک می کند. کمک در بخش معارف و آموزش نیروهای امنیتی کشور نیز موارد دیگر است که در این موافقتنامه بر آن تاکید شده است. در نتیجه سرنگونی یک هواپیمای باربری غیر نظامی امریکا در فرودگاه نظامی بگرام هفت تن جان باختند. این هواپیما دیروز لحظه پس از برخواست از فرودگاه نظامی بگرام سرنگون شد. طالبان با نشر خبرنامه مسئولیت سرنگونی این هواپیما را بر دوش گرفتند. اما آیسف گفته است که هنگام سقوط این هواپیما هیچ فعالیت شورشیان در محل گزارش نشده است. این سانه های هوایی درست پس از سرنگونی یک چرخبال نیرهای امریکایی در ولایت زابل رخ می دهد که در نتیجه آن چهار نظامی امریکا جان باختند. رئیس جمهور کرزای کشتن چهار غیر نظامی توسط نیروهای امریکایی در ولایت ننگرهار را به شدت نکوهش کرده است. ریاست جمهوری با نشخه به نوشته است. رئیس جمهور کرزای به مقام های محلی دستور داده تا بررسی های لازم را در این بار انجام داده و گزارشان را برای ریاست جمهور ارائه کنند نیروهای امریکایی روز گذشته در ولسوالی چپرهار ولایت نگرهار پس از آنکه که مورد حمله مخالفان مسلح دولت قرار گرفتند بر مردم ملکی آتش بری کردند که در نتیجه چهار غیر نظامی کشته شدند و وزیر خارجه ای امریکا دیروز با وزیران خارجه کشورهای عضو و اتحادی عرب دیدار و در مورد آغاز صلح میان اسرائیل و فلسطین گفتگو کرده است. جان کری میگوید که واشنگتن از پایان جنگ میان فلسطین و اسرائیل بر بنیاد ایجاد دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین پشتیبانی می کند. او تاکید کرده که پایان جنگ میان اسرائیل و فلسطین برای تامین سالها امنیت در خاورمیانه کلیدی است. در این حال وزیر خارجه قطر میگوید که اگر اسرائیل سرزمین های اشغالی فلسطین را رها کند اتحادی عرب آماده است اسرائیل را با عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد از همراهیتان به خبرهای این ساعت تشکر خداوند نگهدارتان